سلام و صد سلام خدمت تمامی هموطنهای خوب نازنینم، افغانهای عزیز و افغانستانی های گل. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش در پناه خداوند یکتا بوده باشد. سلام دیگری دارم خدمت تمامی فارس زبانهای عزیز، همزبانهای خوبم. امیدوار هستم عزیزان دل هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشد. نازنینا تشکری میکنم از تمام شما بابت پیام های زیبای شما به خاطر سال روز تولدم. تشکری میکنم از تمام خواهرها و برادران خوبم بابت پیام های زیبای شما در فیسبوک و اینستاگرام. عزیزان دل زنده باشید، هر جایی هستید در پناه خدا باشید. تولد من روزی هست که روز تولد خدا جشن میگیرم که وطنی عزیز من دوباره آزاد شود و خواهرای عزیزم آزادانه سر کار برن و دخترای نازدانه و نازنین افغانستان مکتب برن، دانشگاه ها آزاد شود. او روز تولد من را جشن میگیرم. من امسال تولد من جشن نگرفتم، هرچند که اولادا یک کیک بسیار خرد خریدن و یک توفه‌ای بر من گرفتن، ولی باور کنین من پیش گفته بودم که من امسال سالگره کسی بر من نگیرم، بازم گرفتن. تشکری میکنم از تمام شما. حتی من در فیسبوک هم پست نکردم امسال هیچی که یاد تولدم، چون کسی را اجازه ندادم از فامیل که سالگری مرا کسی در فیسبوک تبریک بگوی. البته شما دوستا و عزیزان هموطنهای خودم و فارس زبانهای عزیز لطف دارید، در فیسبوک بسیار پست کردین و پیام دادید و در اینستاگرام هم همچنان. تشکر میکنم از پیام های شما و از این که لطفتان و این همه محبتتان. عزیزان دل درود بر شما، سپاسگزارتان هستم. خب نازنینا، امروز داستانی را دارم براتان. دختری از کندهار و دختری که فراموش شده بوده، دختری که فامیلش فراموش کرده ایره و در دست فامیل ظالم افتاده و روزهایی را دختر دیده. حال ما براتان میگم. پلواشه نازنین ما از کندهار تا هند و از هند تا امریکا. داستانش را بشنوید و ببینید که دختر چی روزهایی را دیدم. پلواشه جان 11 ساله بوده که فروخته میشه، یعنی دشوی داده میشه. در قانون کشور ما یادم و رسم و رسومات کشور ما دشوی داده میشه در مردی که خودی 11 ساله بوده، در بچه 12 یا 13 ساله ای را دشوی میتن. دوتا اینا اشتک بودن. وقتی که ایر آرستی کردم میبره در خانهشان، ای بچه کلان از اینا کمی بوده که ایر برش میبره و دنبال از او 4 اولاد دیگه من مردکه داشته که خوشو نداشته. ای دختر خوشویش مرده بوده. خب ای اولادا را کلان میکنه و چند سال را اینا در قندهار میمانه و از قندهار میاین هندوستان. وقتی که اینا هندوستان میاین، خودی پلواشام یک اولاد داشتن. یک اولاد و یک طفل از این، خب 4 تای دیگه هم از خوشش با شوهرش میشه، خب اون یک طفل است. 5 تا 6 تا اشتوک جمع کردنش بسیار سخت است. خسور من میگه یک دیوانه تمام عیار بود، یعنی یک آدمی وحشی بود که نگو و نپرس. من از ورزگان آورده بود در کندهار. وقتی که من آوردن، اصلیت من از کندهار، ولی فامیل من رفته بودن ورزگان و اونجا دوباره ما پس من آوردن در کندهار. خسور خیلی اینا از کندهار بودن، یه خانه و جایشان از اونجا بودن. وقتی که دخترشان میاره، دیگه هیچ کسی سراغ از دختر نمیگیره. این دختر میگه فراموش شده بودم. 7 سال مانده یا 8 سال مانده، مقصد چند سال را اینا در کندهار ماندن که از اونجا اینا خصوص از دختر تصمیم میگیره که اینا بیاین هند و
مثل که این مردکه در هند زن داشته می آمده و می رفته. زن هندی نه زن افغان. اینا را میارن هندوستان که بریم از اونجا میریم خارج و یا همونجا زندگی میکنیم. اینا را میارن در هند دختر روزهای خودش هم میبینن. شوهر من میگه هیچ چیزا نمیفهمید خو یک بچه 13 ساله چرا میفهمم؟ یک بچه 12 ساله 13 ساله بخی 14 ساله چرا میفهمم؟ او عشق و محبت هم میفهمم. او که کلان شوه. او تا این دختر همسین سال از او تا این دوتا جوان شوه این دختر دل از رو میزنه. خب بالاخره اینا میگه یک ننویم که خورتر از همه بود کر بود و یک یورم هم لال بود و هم چشمش مشکل داشت خیلی شو که میشد نمیدید. یعنی یک بسته خانواده معلول این دختر جمع کردم. خب یور دیگه مام که دیوانه دیوانه بود پدرش چون اینا رو زیاد میزد و وحشی بود اینا همچین اولادای بار نماده بودن. دوتای ننو و دوتا هم یور داشتن. شوهر من که هیچ نپرس. او خو هیچ از شود هیچ نبود. خب بالاخره اینا را میارن هندوستان و لد و کوب و لد و کوب اینا را که در هندوستان میاره این مردکه در خانه هم و خانه که برای زنش گرفته در اونجا اینا ساکن میشن. ساکن میشن و کته و زن و زن 24 ساعت کته دختر جنگ کو و ای را بزن و در زیر لد بیار و خب خسورم بزن و یه برام بزن و ای جمع کو و خانه را جمع کو. خب یک دختره که از خوردیش گرفته از بس که در سر از زدن بیخی ای دیگه رای خودش را گم کردم. چند مدت دیره اینا در هندوستان می بودن و می باشن و پلواشه صاحب سه تا اولاد میشن. یکی از اونجا میاره این دوتای دیگر هم در هند میکنن. خب اینا عزیزان دل اینا خوشوی از این مردکه جدا میشه. اینی اولاد مولاد نداشت. از این مردکه جدا میشه که من نمیتونم اولادای دیوانه تو رو تحمل کنم. یعنی یک جای بودن دیگر. ای که جدا میشه میگه خسرم بد بود و بدتر شد. اینی ده برابر وحشیگری که او وقت وحشی بود وحشی تر شد. جنگ میکرد و بیرون میرفت و میامد و بیرون که میرفت ما یک ذره آرام بودم. وقتی که میامد خانه دیگه اعصاب من خراب میکرد. میزد و جنگ میکرد و او دختر دیوانه و دختر نابینا و بچهش هم تو کر و لال و خب اینا را خب خلاصه جمع میکردم. خواهر سارا وضعیتم بسیار وضعیت روزگارم خراب بود تا اینکه خسر ما دکتر آزمایش داد و چکاپ کرده بود یکم مریض بود. برازی گفت که تو در مغز پای تو سرطان است که رانش بوده که زانش بوده که کجایش بوده سرطان استخوان داری. میگه دیگه این شب روز در خانه بود یا این دکتر می برد پس می آمد در خانه. اینی دیگه من یک مثل یک کسته بوکس در یک طرف بودم که اگر دیوانش هم قرمه شد مره می زد شوارم هم مره می زد. خوب خلاصه این روزها گذشت و ما معرفی شدیم در امریکا. آمدیم کل ما در امریکا و خسر ما بعد از یک سال در امریکا فوت کرد. این فوت کرد و این ننوگکا و اینا ماندن و خب من اینا رو جمع میکردم و شوهر وقتی که امریکا آمد تازه وقت عیش و نوش و وقت جوانی های از این یعنی رسید که تازه فهمید که ما جوان شدیم. وقتی من در امریکا رسیدم من یه صاحب 4 اولاد شدم. دیگه 3 تا داشتم یک دیگه رو اینجا کردم 4 تا اولاد. و اینا رو هم جمع کو. خب از طرفی دولت اینا رو یک مقدار معاشی بر از اونا میداد که اینا رو شوهرم از راه میگرفت ولی در خانه من نوکر از اونا بودم. خب تا و بلند شوهرم من میفهمیدم که دارم خیانت میکنم. میفهمیدم که هر کار میکنه. و خواهر و بیادرایش که در خانه مریض هستن و معلول بودن و اینا رو مجمع میکنم ولی همون پیسه ها رو گرفته خرج میکنه و کتا کتا میگردم. یک روز که بچه ها رو گرفته اینا رو گرفته پارک بردم که بریم پارک یک پارک نزدیک خانه ما بود پیاده میشد بریم که اینا رو یکی یکی از سرک تیر میکردم که یک وقتی یک موتری با اسکیل در اینا نزنه نیست سرک هایوی و دیگه همون تو از داخل کوچه اینا را کلش تیر کردم. همین ننوی من که چشمش خوب سعی نمیدید و ای را دیگه در زور ما
از یک رقم تیر میکردم. ایش نفهمیدم که تب در زمین ششتم و هر شکت از ایک ور رفتم که را کش کنم و طرف سرک اولاد او طرف که ای در ای طرف ماندم. من افتادم و موتر نمزد. موتری که مردکن نشه بود نمیفهم چی بود که زد مرا. من دیگه خبر ندارم و یک زمانی که من دوش آمدم که بسیار وضعیتم خراب است و در شفاخانه هستم و من پای من از دست دادم. خب خواهر سارا وقتی که پای من از دست دادم دیگه من او زنی قبلا نبودم که من اینا را جمع جور کنم. اینا را بیادرش ستا را بردن در امو جایی که از اینا مواظبت میکنه که نمیتونه زن من مواظبت کنه و خودم هم نمیتونم. اینا را برد در یک پرورشگاهی یا آسایشگاهی جایی ماندم. من ماندم در خانه. من ماندم که تا اولادایم و روزگارم یک قدر بعد خواهر سارا ایش نمیفهم. دادگاه میریم میاییم. خب پای من را قد کرده و مردکه را هم گرفته. خودی و مردکه که زده بود خودی همو استاد شده بود و خب خلاصه آمبولانس زنگ زده بود آمد مرا بردن. یک زمانی فهمیدم که دیگه دادگاه ما خلاص شد و این مردکه بسیار یک پیسه کلانی را از پای ما گرفته. از پای ما گرفته از این مردکه که بر من گفت که او مقداری که گرفته بود در من نگفت و گفت یک مقدار پیسه بر ما داده که ما یک خانه بر تو بخرم که تو آرام باشی. که تا اولادایت بر ما ویلچر داده بود. خب پای راستم از دست داده بود و منی قطع شده بود از زانو و پایان پای من. خب خواهر سارا من خانه را بر من خرید و ولی نه در نام من، در نام خودش خانه را در نام خودش خرید و خب هرچی بود در سر من امضا میکرد. من خب سواد نداشتم، از من بلی را میگرفت و در نام خودش کرد. اولادایم کم کم کته شدن و این 24 ساعت خوشگذرانی های ازی بود و کم کم سر کار میرفت و در خودش میرسید. من شدم یک زن پیری، یعنی سن و سالم دو برابر از این کلان و یک زنی که یک پای و در زور کار خودم میکنم و در زور یک غذا رو پخته میکنم و یک پایه یک چوبم در زیر بغلم. جایی هم که میرم یا کت چوب میرم یا کت ویلچر میرم وضعیتم خراب. یک روز آمد در پیش من که من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. من میخوایم برای خود زن بگیرم که زن من پای داشته باشه، آباد باشه. من تو رو چی کنم تمام سال؟ تو لنگی که پای نداری، یک رنگ روخی آبادم نداری، پیرم که شده، من برای خود زن میگیرم. من طرفش دیدم گفتم زمانی که من جوان بودم خواهر و بیادر تو رو جمع کردم، پدر تو رو جمع کردم و تو رو جمع کردم، تو حال میخوای مرا طلاق بده زن بگیری؟ گفت آقا من میرم از افغانستان یک کرم میارم. گفتم اگر تو بریم از دستت شکایت میکنم که این مرا طلاق میده. گفت اینجا شکایت میکاید نیست، هر کس بخواد طلاق بگیره طلاق میگیره. خب خواهر سارا گفتم خب او خانه که در داخلش میشینیم خب خانه من است، از پای من گرفته. او پیسه را از پای من گرفته. گفت کو مدرکت که از پای تو گرفتیم؟ تو خودت در نام من کردی. خانه در نام تو نیست، در نام من هستم. من طلاق تو را میتونم ولی اگه اولادای من بخوای جمع کنی بشین در خانه از من هستم. اگر نه بگوی نه من اولادا را نمیگیرم، اولادا را تو را میتونم، من تو را از خانه ای میکنم، اولادا را در خانه میباشم، تو را نمیمانم. حیران ماندم که چی کنم. بسیار دست پاشا کردم که پیش ای برو پیش او برو، از این پرسان کو از او پرسان کو که چی کنم. من همی خانه را از این پس بگیرم. ای میخوای من را طلاق بده پیش از این که طلاق بگیری؟ ای میخوای من را طلاق بده و میخوای برو زن بگیرم؟ پیش هر کس رفتم که از صدای من را نشنید. اینی از افغان ها پرسان کردم، از این افغان پرسان کو، از او افغان پرسان کو، از این کسی را که میشناسم پرسان کو. هیچ کسی کمکم نکرد. تا اینکه رفتم مجبور شدم با دخترم رفتم شکایت کردم در دولت. گفتم میخوای مرا طلاق بده و خانه از من است و میخوای مرا میگه تو رو در خانه میمانم، من خودم میرم زن میگیرم. گفت که او خانه در نام کی هستم؟ گفتم خانه در نام شوهرم هستم. گفت خب خانه را تو در نام شوهرت کردی، اگه او پول از تو هم باشه بخی خب او در نام شوهرت هستم، قانونی کرده او رو در نام شوهرت. تو چطور میخوای که او خانه را بگیری و تو بگویی که من از او
که طلاق بگیرم باید اولادایش رو پیشش بانم. میگم من همون تصمیم رو گرفته بودم که حداقل اگه من طلاق بگیرم باید خانه در خود من برسه و اولادارم در گردن ای بندازم که نتونه عشق کده و خوشحالی کده بگرده و قدر من زجر دیدم از این سزی، یه قدر لد و کوب شدم از این سزی. خب خلاصه دستم در جای بند نشد. خواهر سارا رفت طلاق مرا داد و مرا گفت چی میکنی؟ اینجا میشینی؟ یا اینجا میشینی مواظب اولادایم یا که میری از خانه بیرون؟ من حیران به خدا بودم، گفتم کجا برم با این پای؟ گفت میشه تو را دولت ماش بوده بر تو، تو کار نمیتونی، یک آدم معلول هستی، اگه میخوای جدا شوی برو جدا شو. دختر کلان شده، من خودم مواظب هستم دیگه، دیگ می کاسر خودش میکنم. خب خواهر سارا جایی را نداشتم، ششتم دموخانم، ششتم مواظبم و اولادا و دیگه خورده خرج ما خارج در خانه ماند و خودی گفت من میرم افغانستان بر خود زن میگیرم. بسیار بدعا کردم، بسیار گریه کردم، الهی پس نبیه، الهی پای در قندهار نرسه، الهی کم برسه در انتحار برابر شوی. هرچی گفتم نه خداوند دعای مرا شنید و نه یک لرزید یا ترسید. ای رفت افغانستان و تقریبا حدودی یک ماه کمتر در افغانستان بود. پس آمد مثل که رفته بود اونجا یک دختر شیرینخوری کرده بود و خوب در تمتراق و دیگه آمد که یه آمزن گرفتیم کارایش جور میکنم بعد میرم رو میارم. مدم و خانه مثل یک جول کنه، یک جول مردار در خانه، نه حقی دارم نه دیگه ای دارم. خب هر کس هم میبینم پرسان میکنم که چی کنم؟ من اینم تو در بدر شدیم، پای مجلس دادیم، پیسش ای خانه خریده، یاله ای رفته زنش میاره داخل خانه، شاید زنش بیاره یک روزم مره نمانه، یاله به خاطر اولادا مانده. خب این کارم کرد، هیچ کسی جواب مره نمیشنید، هیچ کسی. بعضی ها دلش تمام میسخت، میگفت خب خواهر جان چرا کار کردی؟ وقتی که مطر زده بود پای تو، خوب تو اگه در افغانستان نادان بودی، تو در این آمدی هوشیارتر شدی و در امریکا آمدی هوشیارتر شدی، چرا کار کردی؟ خب من گفتم من چی میفهمیدم؟ خیال کردم شوهرم هستم، خیال کردم کسی هست که اولادایم جمع میشه. گفت تو مردای افغان رو نمیشناسی؟ خب این کار کردی و خوش خوش اینجا از دختر امریکایی سیر شده، یال رفته از افغانستان برای خود یک زن میره که برش منتو پخته کنه و قابلی پخته کنه و بولانی پخته کنه. تو رو دیده که حالا پای نداری، دلش زدی. خب خواهر جان کار خودت کردی، کس دیگه نکرده. خب خلاصه یک سال و دو ماه زدن کرد و تا کارهای از رو جور کرد و رفت و زن گرفته آورد. خواهر سارا چشم روز بعد نبینه، زنش در خانه در آمد و همون هفته اول گفت باید این لنگ از خانه بکشی بی پایم، من نمیخوایم که از یک جای بشنم. من براش گفتم این می خانه از من است. گفت من کار ندارم، از تو است، برای من آپارتمان کرا میکنه، من آدمی خانه میمونه، ولی من که تو یک جایی نمیشینم، میری که تا اولادایت برو، اگه میشینی من تو اینجا نمیمونم، اولادایت میباشه ولی تو را نمیخوام اینجا باشی. اگر اینجا باشم من میرم در دولت شکایت میکنم، میگم اینا شایدش طلاق نگرفته باشه، طلاق دولتی که نیست، اینا طلاق ملایی است. خب مردکه هم بهانه در دستش آمد، مره گفت که کالای تا جمع کن و برو پیش دولت بگو من جایی ندارم، شوهرم مره از خانه بیرون کرده، شوهر قبلی من جایی ندارم، بر من جایی بده، شاید برای تو یگان خانه یا زینگی جایی داد و شاید اموج زندگی کردی. دخترم جلوش استاد شد، گفت که مادر مره چرا میخوای از خانه بیرون کنی پدر؟ گفت بچه مادر تو پای ندارم، مادر تو نمیتونه از ما مواظبت کنه، ما زن آوردیم اینجا هم که امریکا هست، خب زنی من جوان است، این نمیخوای که مادر تو بشینه. گفت خیمان میرم که مادرم. گفت برو هر جای میری برو. من طرف دختر دیدم، گفتم بچه اگر من برم خود تاویل دولت کنم که اونم معلوم نیست من دولت جایی برای من پیدا کنه یا نه، یا مرا جایی بده یا نه، خود دولت که کسا در امریکا خانه برش نمیده که بیاد تو در میدان مانده، اگر او تو باشه تمام همون لسا میره خود در خیلی دولت مندازه که بر ما خانه بده. گفتم بچه من نمیخوایم تو دختری 13-14 ساله را آواره کنم و کت خود ببرم و تو را ببرم در
سرای سرک بشی بیادر و خوارای تنیبا کن. دخترم بسیار گریه کرد و مرا کتی بخشه مردکه کتی یک دسکال کالا مرا بیرون کرد. بیرون رفتم، خدا شاید خواهر سارا در جیبم $100 نبود، یعنی $100 نداشتم. بسیار در سختی رفتم تا پیدا کردم اداره پلیس و اونا گفتن ما کاری نمیتونیم، مرا جای دیگه روان کرد و شام شد و او شب آمده سرک دیر کردم. روز دیگهش اینا مرا در شلتر بردن، یک شلتر بردن که اونجا تخت خوابا بود و دیگه چشمت روز بعد نبینه. زنایی بود که در سر تو حمله میکرد، کلشان املس و دیوانه. من یک و نیم ماه در او شلتر تیر کردم. این همه فقط میرفتم میامدم که بر من یک خانه بیتین، میگفت خانه نیست. خب بالاخره مرا کتمو پای و کتمو ویلچر مرا در یک جای سری کار ماندم. گفت میتونی اینجا کار کنی و برای خود یک مقدار پیسه جمع کنی، برو برای خود آپارتمان بگیری و تنها زندگی کنی. باور کنید یعنی قیامت در سرم بود. با ویلچر من کار میکردم، شیشته بودم، گای کت چوب. کار من یک چیزایی را باید خلطه ها را قیچی میکردیم، پلاستیک ها را دم دیگه جمع میکردیم. کار سخت نبود، ولی کاری بود که میتونست آدم پایدار بکنم. و کسایی هم بود که با ویلچر کار میکردن، ما عادت نداشتم. خب خلاصه سر از او کار ماندم خواهر سارا و بعضی گاه گاهی دمو شلتر خواه میکردم و روز میامدم سر کار. زیادتر این وقت نمیرفتم شلتر، در پارکا میشیشتم تا وقت خواه میشد دیگه میترسدم بعد میرفتم. نصف روز دیگارم که سر کار بودم. خب کم کم زندگی بسیار سیاه و سخت مطیر می شد دیگه، تا بالاخره تانستم برای خود یک آپارتمان بسیار کونه، یک اتاق را پیدا کنم و در سختی برم در داخل از اون. وقتی که اتاق گرفتم برای خود، دخترم گفتم من اتاق گرفتم، میتونی خوار بیادرهایتا بیاری، گاه گاهی بیاین از من خبر بگیرین، و ولی میفهمین که ما همچین پیسه ای نداریم که برای شما نان جور کنم و بعدا نان پخته کنم. من فقط کرای خانه ما میتونم و در سختی خود مرا شکمم سیر میکنم. خب اینا اولادای میامدن و پس میرفتن، تا اینکه دختر ما با یک دوست شد و بویفرند پیدا کرد و هیچ نفهمیدم و که چطور شد. و یک روز پدرش آمد که دختر با یک بویفرند گریخته رفته یک شهر دیگه با یک بچه. تو دخترم تو کردی، از روزی که خانه تو می آمد می رفت او دختر آزاد شده بود. از روزی که تو در او کار نمی کردی، خانه نداشتی، دختر از خانه نمی برامد. در بهانه خانه تو می آمد و هرچی دو دشنام از دانش در آمد گفت بر من. مام یه چیز نگفتم، رفت. دخترم رفت، یک و نیم سال دخترم گم بود، تا اینکه یک روز آمد و وضعیت بسیار خراب و شکم حامله و که پیشت چه بگویم خواهر سارا، معتاد و سکردی و هزار یک رقم پرابلم دیگه. خب خواهر سارا فعلا که در او خانه هستم، در او آپارتمان کرامیتم. بر من دولت پودیستم میده، کالای من رفته از بعضی جاها میخرم، وضعیت بسیار خراب دارم. بیادرم آمده سال 2021 آمدن امریکا، یک بیادرم آمده و امرای دوتا خوارزادیم. وقتی که بیادرم آمد بسیار خوشحال شدم، گفتم خب یعنیال بیادرم آمده و مرا پیدا کرد. و بعد از سالها گفتم دیگه خوب میشم، خیر هستم. بیادر یک دو سه ماه مرا تحمل کرد، از پیشم رفت و خوارزاده هایم گاه گاهی می از من خبر میگیرم و هر کدامشان در سر من میگه تو این همه سال هسته که تو در امریکا هستی، چرا تو زبان نخوندی؟ چرا خانه تا دنامی؟ کلشان فقط مرا میگه چرا؟ چرا؟ چرا ای تو کردی و چرا او تو کردی؟ بعضی وقتا خیال میکنم ما زنای افغان بسیار ساده هستیم. ما زنای افغان بسیار هیچ وقت فکر نمیکنیم که همیشوی اگه ما را در میدان ایلا کرد ما کجا شدیم. اینا خو غیرت ندارم. این فکر نکردم و بالاخره بسیار دربدر و آواره خواهر سارا دیگه آپارتمان بسیار کنه زندگی میکنم و سر کارم میرم. دیگه عادت کردم با چوب و ویلچر. ویلچر همون چیزایی هست عزیزان که کسایی که پای ندارن و معلول هستن در سر از رو میشینن و
در امریکا خیلی ها که کار میکنه یا کدام جاهایی دستر همون ششته هستم، مثال در دمی در والمارت ششته هستم و بیلا رو میبینم، ولی خواهر ما سواد ندارم، این همه سال در امریکا بوده درس نخونده و اینا فقط در جایی کار میکنن که اونجا احتیاج در سواد ندارن. خودش میگه پلاستیکا رو ما بسته‌بندی میکنه، نمیفهم پلاستیک چی هست. خب عزیزان دل، نازنینا، داستانی خواهر ما را شنیدین و متوجه شدین که باید از خود مواظبت کنیم، باید به خود برسیم، باید درس بخونین، تحصیل کنین، انگلیسی یاد بگیرین. هیچ وقت اختیارتان از دست فامیلتان نتین، در دست شوهر نتین، در دست بچه نتین، اختیارتان از دست بیادر نتین، اختیارتان از دست دختر نتین. سعی کنین همیشه از خودتان مواظبت کنین در هر کشوری که میرین. اروپا قانونش دیگر رقم است. شاید یک زن افغان در سرک بانه، دولت براش خانه بده. من هم افهم قانون امریکا که خانه هم داره یا نداره، ولی خواهر ما میگه من تقریبا حدود 3-3.5 ماه من در شلتر خواه کردم. شلتر جایی هست عزیزان، جایی که به خانمانا همینایی که کارتون خواب هستم میره اونجا خواه میکنم. یعنی وضعیت یک دختر افغان از کجا کجا ببینین آواره از دست یک مرد افغان. شاید بعضی ها باور نکنم، مثل خود من باورم نمیشه که همچین انسانی باشه یک نفر تو بزنه یک پایش قد کنه و تو پیسه از او را بگید از داخل خانه او بشه و ایرم از خانات از خانه که از خود یزی هسته تو بیرون کن. ولی بسیار هستن عزیزان دل، ما خیلی ها را شنیدیم. وقتی که من داستان از ایره گرفتم بسیار در روی داستان از ایره تحقیق کردم که این یعنی چی که یک آدم در امریکا اگه امضای تو را بگیره، من اروپا را نمیفهمم، امضای تو را بگیره سند داشته باشه همه چیز از تو خلاص هستن، چی بچه، چی دختر، چی بیادر، چی شوی. وقتی که تو اجازه بدی یک نفر مثال سند خانه تا دنم بچت کنی، چون من فشار خون دارم، قند دارم، شکر دارم، ممکن است یک وقت بی خبر بمرم، ممکن است تو نموری مایی دیگه بچه تو رازو خانه بکشه بیرون، خانه را در نام شوید کنی، خب کس دیگر را ندارم، اگه یک وقت من خدای نکردم موتر زد مردم، سرطان داشتم، دیگر شدم، خواهمی شویم هستم، ممکن استم مایی دیگه تو را بکشه یک زن دیگر را بیارم. نکنین این کارا را، نکنین. وقتی که از خود مواظبت میتانین شروع کنین در درس خواندن. پلواشا جان نازنین وقتی که در امریکا رسیدن اینا میتونستن درس بخونن. اینا تا خسرش بوده، خب خسر آزار و اذیت میکرد، اینا رو میزده، خب خسر مرده، چرا اینا درس نخوندن؟ چرا اینا 10-12 سال کموتو ماندن، 12-13-14 بخی شایدم 15 سال چرا درس نخوندن؟ خب به خاطر که زنای افغان یاد ندارن که از خود چه رقمی چه قسمی مواظبت کنن. به خدا من خودم از زنی را دیدم در امریکا گریه میکرد، رایش گم کرده بود در ایستگاه بس، من ویدیوی داستانشم دارم که بعدن من خانه اینا رفتم و آدرس گرفتم و رفتم که با شوهرش گپ زدم و داستانش در یوتیوب ماندیم. در ایستگاه بس ششته بود گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ من از طرفی همو راسته کالج همو تو میامدم طرف خانه، من پیاده روی زیاد میرم، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت راهی ما گم کردیم. گفتم از کجا آمدی؟ نامی همون جایی که زندگی میکرد گفت. گفتم کجا میری؟ گفت مکتب میرم. گفتم از اونجا آمده مکتب میری؟ گفت آمده یک اسکا بالاتر تا کرده بود، تا این جرک آمدم پیاده میفهمیدم که باید بیم. گفت یال سرم دور میخوره نمیفهمم کجا میرم. گفتم مکتب خوینه اینجا هست، ورش نشان دادم 10 دقیقه پیاده بودی خودت در مکتب میرسی، چرا گریه میکنی؟ گفت خواهر جان باز از کجا آدم موتر سوار شم کدام طرف برم؟ گفتم تازه اومدی؟ من خیال کردم از اینایی که نو اومده سال 2021. گفتم تازه اومدی؟ گفت نه 10 سال میشه. گفتم 10 سال میشه تو زبان نخوندی؟ گفت نه، شوهرم معلول است و مرا نمیمانه مکتب، فامیلاش میگه ایران نمان
که چشم از باز میشه در سر تو یک دیگر پیدا میکنم. خدا شاهده این همه پشتش گرفتم بعدنا و بعدنا رفتم خانهشان که شوهرش فقط خودم معلول زده. سمسایی آدم هستن. من نمیفهم معلول چی بود و پای داشت، دست داشت، چشم داشت، گوش داشت. ولی یک زن افغان اونم اسیر بودن درس خواندن نماندن. خب تا خود آدم تصمیم نگیره عزیزان دل، تا خود آدم خودم علامت نکنه، همین دنیا هم که برای تو بگویه کی کار نکن خواهر من، برو درس بخوان. اولاد خوب کلان میشن، دخترت، بچهت، شویت، هر کدام در امید و آرزویش میرسه، ولی تو چی؟ تمام روز دک پختک و خب همون ننوهای تا کلش جمع کردی و یه ور تا جمع کردی، کسی کلاهی تو رو بالا انداخت؟ نه؟ ننداخت. من میگم جایی که از تو تشکری بکنه تو رو از خانم بیرون کرد. او فامیلی که تو رو در افغانستان فراموش کرده و تو میگی برادرم آمد، بسیار من خوش شدم که برادرم آمد، یه همون فامیلی تو هستن. چطور میتونه او فامیل دوباره بیای برای تو فامیل شوه عزیز دل؟ که تو دل بسته میکنی که برادرم آمده و من بسیار خوش شدم ولی الهیم کرده. نه ده برادر دل ببنده، نه ده خواهر دل ببنده، نه ده اولاد دل ببنده، نه ده شوی. تو از خود پول نداشته باشی شوی اون که اونو تو رو بیرون منداز، اولادم هم قسم. برادر که ولی اگه سنه تو رو بخونه او گذشت تو برادرهای قدیم که میگفت خواهرم خواهرم، امو هم از روی شرم مردم بود، اگه نه اینجا بیخی مردم هایی که از همون کشورهای ما میایه بیخی غیرت میردش از اسمیتا. بنده خدایی را گب میزدیم یک زمانی که آه این تو غیرت، گفت تمام غیرت مرد من پیسه است. گفتم یال مردم از دم پیسه بتم هر کار میکنم. با خدا یک مرد بوده نمی تو خودش در دانش گفت. گفت غیرت چی هستم؟ من روز تا بگار جان میکنم برای پیسه. خوب عزیزان دل، داستان خواهر ما را شنیدید. مظلوم و بدفاع و بیگناه. ولی این مظلومیت اکی به وجود آورده خودش. مقصر اصلی کی هست؟ خودش. درست است که شوهرش ظالم بوده، خسرش ظالم بوده و این بسیار یعنی در این خانه ایثارگری کرده و بسیار از خود گذشتگی و ننوی معلول جمع کو، یور معلول جمع کو، ایر جمع کو، او را جمع کو، از خود گذشتگی بسیار کرده. ولی چی فایده؟ که قدرش دانیست. همیشه بر ما یاد داده میگه تو بکو برای خدا، تو بکو برای خدا. وقتی که تو یک عمر در فلاکت تیر کنی کسی از تو خبر نگیره و کسی در قصه تو نباشه، تو کل شب بان برای خدا در او دنیا برو که تو معلوم نیست که چه خبر هستن. و خدا معمیره با اطمینان کامل میگم زیاد برای او دنیا کار نکنین، برای می دنیا هم یکم کار کنین، این همه پای کسی را لغت نکنین، یک آدم آزار نتین، دوزی نکنین، آدم نکشین، اونمو برای اوی دنیایتان بس هستن. سعی کنین در دنیا مثل انسان زندگی کنین. اگر یک انسان از خود یک چیزی داشته باشه، یک دستاورد، مثل انسان است. اگر نداشته باشه عزیزان در این کشورها، من افغانستانم هم قسم بود، افغانستان شما دیده بدین یک شوی با یک زنی معلول بشینه، او رو افغان به خدا که بشینه، افغان پای داشته باشه، دیست داشته باشه که تو نمیشینه، چل تایب برای تو میگیره، چی برسه که پای نداشته باشه. در اونجا هم تو رو منداخت در سرک، برو میگفت ننه بابا جمع کنم. ولی هنوز شما نمیفهمید. خب ما چه بگویم؟ همیشه هر کاری که میکنین میگین خب او دنیایم خوب شوه، او دنیایم خوب شوه. مگه تو آدم کشته در این دنیا؟ مگه تو با خدا کدام دشمنی داری که او دنیای تو رو خوب کنه؟ خدا اگه پای تو از گلم تو دراز شد خداوند تو رو مجازات کنه. خواهر من، مگه زنای افغان با خدا دشمن هستن که هر چی میشه میگه برای او دنیایت بکو، پایت لبه گور است برای او دنیایت. چرا پای خودی هم اینا لبه گور نیست؟ چرا خودی هم اینا برای او دنیایشان نمیکنن؟ همین چطلای مردار خورا چرا برای او دنیا نمیکنن که شما میکنین؟ اگر تو سه چهار تا معلول در خانه ای تو می بود شوهر تو قبول میکرد تو را؟ نه من میگم نه. چرا همین برای خدا نکرد یک کارا که همین توی بپای جمع کنه بگه برای او دنیا، برای او دنیا؟
چرا همی جمع نکرد تو را که بگوی ما پایم لب گور است خیر امروز فردا میمرم. او دنیا را فقط مانده برای شما و این دنیا را خود اینا زندگی میکنن. شما هنوز هم نمیفهمید. در من برتان دوباره میگم تکرار میکنم اینه ماه رمضان هستم. اینا خو هستم مثل خر خور میزنم. خر خور میزنم نه مثل پشک خور میزنم. تو بخیر دیگ پخته کو، نان پخته کو، جم کو، جارو کو، بوشوی و این را بیدار کو که بخیر که نان جور کردیم. ای اکسد بوغ دیگه هم در سر تو هر میزنن، نمکش کم است و نمکش زیاد است و ای چیز تا که پخته کرده رویش هم نشوشته آمده لب صفره شده. بعد تو میگی خیر است هر کاری کردی را میمانم دو برای او دنیا. عزیز من برای این دنیا چی کردی؟ برای این دنیا چی کردی؟ امریکا در این مقبولی تو از هیچ مقبولی امریکا چیزی نمیفهمی. اروپا در اون مقبولی تو از مقبولیش هیچ چیزی نمیفهمی. کانادا در اون زیبایی تو از زیباییش هیچ چیز نمیفهمی. برای این دنیای خود هیچ چیز کرده که برای اون دنیا میکنی؟ گفتم تو با خدا دشمنی داری که در اون دنیا تو را مجازات کنه که همه ایش هم میگی من برای اون دنیا میکنم. یکم در خود بیاییم، کم در خود برسیم. و خدا امروز داستانی نمیدخته داستان پلواشن رو چون که خودش گفت نام من رو بگی خیلی ها من رو میشناسن، خیلی ها خبر دارن از من. باش گفت بیادر بیغیرت همون بفهمه، قوم و فامل همون بفهمه و قوم خیش شور بیغیرت بیننگ همون بفهمه. نامش گرفتم، نام شهرش گرفتم، از کجا آمده بود گرفتم، اصلیتش از کندهار و ورزگان رفته بودن. این دختر رفته از ورزگان میاره کندهار، از کندهار بعد از چند سال میرن هند، از هند میاین اینجا. اینی روزگارش آمد امریکا و اینی خب بازم خدا رو شکر که در امریکا هست، میتونه با امو ویلچر برا کار کنه و یک نانی را بگیره بخوره و یک کرای خانه را بده. اگه این در افغانستان میبود چی میشد؟ یا چادری سر میکرد میرفت در چهارسرایی کندهارش تا گدایی میکرد، یا که خانه در خانه چوب در زیر بغلش رفته گدایی میکرد. همچین زنی را من باورم نمیشه هیچ شویی جمع کنم. خب اونه از اولادایش، خب اولادا چی میتونه؟ دخترشون رفت و تو در بدر و رسوا شده پس آمد. یک دختر دیگهش با سه تا بچه دیگه، دو تا بچه دیگهش، خب اونا هم چی میشه کلان شده؟ در پیش یک زنی گرفته از افغانستان آورده او نه و چشمش باز شده. چند روزی او با این مرد میشینه، با این مردی که سنش کلانتر از او هسته، یک کمی که چشمش باز شد او شعر باری او میبینه ای را که این زنش چطور بیرون کرد. بعد او فکر کنی او میگه نیمه باید در پایی بشنم، در پایی بشنم که فردا مرم مثل او بکشم. من مطمئن هستم زن دوم ازی همیال یا بوی فرند پیدا کرده یا از یال در فکرش هستم. وفا نکردی وفا نمیبینیدم این دنیا. این دنیا اینه تو میشرخه روی سر تو، تو رو در اون موقعیت قرار میده که اونم زن قرار داده. ببین که چی میشه. ولی در یه زن من در قصه مرد نیستم، مقصر اصلی میگم خود این خواهر ماستم که چرا در خود نرسیده. خواستم امروزی داستانه براتان بگویم عزیزان دل. اینمی شوهرهایتان چشمشان اینمی تو کشیدن در کف دستت بانه بگه اینمی چشمی من هستم تو رو بسیار دوست دارم. قبول نکن، باور نکنین، اینا آدم نیستن. هر کاری که در اینا بکنی ایران تمام روز در تپه سرت بان در زمین ماندی میگه وی کشته مرا تو زن فلانی دختر فلانی. مواظب خودتان باشید عزیزان دل، در کامنت نوشته کنین نظریات خودتان و سعی کنین سواد یاد بگیرین، سعی کنین در هر کشوری که هستین. امی تازه دمو کشور میایی بعد از دو ماه یک ماه سه ماه شروع کو زبان ده خواندن، بعد از دو هم شروع کو برای خود پشت کار گشتن که یک کار پیدا کو برای خود حداقل یک دو روپه داشته باشه که در میدان نمانی. خب نازنین ها شما رو به خداوند پاک و یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. داستان پلوا شرف فراموش نکنید. من اجازه گرفتیم از کسایی که داستانایشان نشر میکنم دیگه گفتیم برتان که
از خودشان میپرسم. البته خیلی ها میگفتن نام ما رو بگو، نمیگفتم. خیلی ها ناراحت شدن که چرا نمیگی. به همون خاطر دیگه میخوایم هر کدامش که گفت نام ما رو بگو، نامش رو بگویم تا این نامردا یکم بشرمن. من مطمئن هستم شوهر ازدم زنگ میزنم که چرا نامش گفتی و چرا گفتی از قندهار است. باش بر من زنگ بزنه که باز من اون وقت چی میکنم میرم. چیزی جورش کنم که پشیمان شوه از زنگ زدنی که بر من زنگ زده. من بازو تا آدم هستم. خب نازنین ها، خداوندیار و نگهدارتان تا برنامه بعدی که بازم با شما باشم. شما رو به خداوندی پاک و یکتا می سپارم. خداوندیار و نگهدارتان.